سلام، امیدوارم حال شما خوب باشه. در این ویدیو میخوایم نقل و انتقالات لیگ برتر رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم کدام بازیکن‌ها تیم قبلی خودشون رو ترک کردن و برای پیشرفت یا پول بیشتر به تیم جدیدی رفتن. در این ویدیو به 8 نقل و انتقالات مهم میپردازیم. پیام نیازمند، دروازه‌بان جوان آینده‌دار تیم ملی کشورمون و باشگاه سپاهان به تیم پورتیمونزه پرتغال پیوست. قرارداد پیام نیازمند تا سال 2024 ثبت شده. فصل گذشته این تیم در لیگ 18 تیمی پرتغال در جایگاه 14 قرار گرفت. محمد حسین کنانی زادگان مدافع تیم پرسپولیس با قرارداد 2 ساله به تیم الاهلی پیوست. فرشاد احمدزاده بازیکن تیم فولاد با قرارداد 3 ساله به تیم سپاهان پیوست. احمدزاده در فصل گذشته در 35 بازی برای فولاد 5 گل زد و 3 پاس گل داد. شهریار مقالو بازیکن تیم سانتا کلارای پرتغال که در فصل پیش برای 1.5 فصل به تیم پرسپولیس پیوست، حالا با پایان فصل تیم پرسپولیس میبایست مبلغ قرارداد 500 هزار دلار جهت آزادسازی قرارداد مقالو رو میداد. با تعلل باشگاه پرسپولیس، تیم سپاهان اصفهان مذاکرات خودش رو با این تیم پرتغالی از سر گرفت و تونست این بازیکن رو مال خودش کنه. مقالو برای 3 فصل به تیم سپاهان اصفهان پیوست. امین قاسمی نژاد مهاجم فصل گذشته پدیده برای 2 فصل به تیم استقلال پیوست. این بازیکن 34 ساله در فصل گذشته برای پدیده 11 گل به ثمر رسوند. رضای اسدی به تیم پرسپولیس پیوست. اسدی که سابقه بازی در نفت تهران، سایپا، تراکتور سازی و تیم سنپولتن رو داره، حالا اومده به تیم پرسپولیس تا جای خالی احمد نوراللهی رو پر کنه. قرارداد رضای اسدی برای 1 فصل هستش. احمد نوراللهی به تیم شباب الاهلی امارات پیوست. این بازیکنی که 6 فصل در تیم پرسپولیس نمایش درخشانی در خط میانی داشت، بازم قراردادش در پایان لیگ از این تیم جدا شد و به این تیم اماراتی پیوست. احمد نوراللهی با این تیم قرارداد 1 ساله بسته. و در پایان مهدی قائدی به صورت رسمی به تیم شباب الاهلی امارات پیوست. قرارداد قائدی با این تیم به مدت 5 سال و تا سال 2026 اعتبار داره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و منتظر بخش دوم نقل و انتقالات باشید.